یعنی فکر میکنی مجرم کیه؟ مهم اینه که کی پیداش کرده و قاضی بعدی میشه. دارن قاتل رو میبرن، بیا نگاه کن، اونه هاش دارن میبرنش. برو چلو، برو برو وانسا. جانشینی برای قاضی، قسمت دوم. ابراهیم یه نفر رو به عنوان قاتل معرفی کرده، حالا خودش دلایلش رو میگه. صبر کن. بله استاد. قاتل، قاتل. داری دنبال چی میگردی؟ دنبال قاتل دیگه. اگه منظورت کسی است که ابراهیم پیدا کرده، اونجاست. خودش بالای سرش ایستاده. جناب قاضی، از امروز میتونید با خیال راحت به فکر بازنشستگیتون باشید، چون شاگردی لایق تربیت کردید و من قاتل رو پیدا کردم. اون کسی نیست جز خدمتکار ملک التجار. اون کسی بوده که برای مهمونا غذا و شیرینی درست کرده. من بیگناه همچنان قاضی. همه میدونیم که به تشخیص حکیم باشی، مهمونا از غذای مسموم مردن. من مطمئنم که خدمتکار غذا رو مسموم کرده. داستان از نبرد یه لکلک و مار شروع میشه. لکلک به مار حمله میکنه و در این نبرد سخت، پیروز جنگ که لکلک بوده، مار رو به هوا بلند میکنه تا به لونه ببره. خدمتکار بی احتیاط، بی خبر از همه جا، بدون اینکه در ظرف شیر رو بپوشونه، در حال رفتن به خونه ملک التجار بوده. در همین حین یه قطره سم از دهان مار توی ظرف شیر میچکه و اونو آلوده میکنه. خدمتکار یا همون قاتل به خونه برمیگرده و با شیر مسموم شیرینی درست میکنه و به خود مهمونا میده تا سکه هاشون رو بدزده. با این داستان که لکلک گناهکاره، حیوانم که نمیتونیم مجازات کنیم، میتونیم؟ الان با چند تا سوال ساده قضیه رو روشن میکنم. ببینم، اون شب تو برای مهمونا غذا درست کردی یا نه؟ بله قربان، من سه شب براشون غذا پختم. ها؟ چرا سه شب؟ آخه همه با هم نیومدن، یکیشون شب اول اومد، دوتاشون شب دوم و سه نفرم شب سوم. برای همین سه شب غذا پختم. ها؟ خیلی عجیبه. شب اول یه نفر، شب دوم دو نفر. شب سوم سه نفر. عجیبه، در مجموع 6 تا مهمون اومدن ولی فقط 5 تا جنازه پیدا شده. واقعا عجیبه. اون شب اول همه غذا خوردن، بعدش هم به رسم خونه ملک و تجار قهوه و شیرینی. خود ملک و تجار هم خورد؟ بله همه خوردن. تو چی؟ تو هم خوردی؟ من نه، من شبا هیچ وقت شام نمیخورم. پس چون مسمومش کرده بودی نخوردی؟ اگه غذا رو مسموم کرده، پس ملک و تجار چجوری زنده مونده؟ نه این درست نیست. خیلی هم درسته، اون قاتله، من میدونم. نه درست نیست. خیلی هم درسته. نیست. هست. نیست. 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 هست. هست. نیست. هست. 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 زمان. زمان نیاز داریم. من از شما فرصت بیشتری برای تحقیق میخوام. اولا
قبل از اینکه فکر کنیم مار و لکلک یا خدمتکار مقصرن، باید دید همه قسمت‌های این داستان درسته یا نه. دوما، مگه شما از شیرینی ها خوردید که بدونید مسموم بوده یا نه؟ سوما، برفرض اینکه خدمتکار مسئول قضا بوده، شاید کس دیگه ای قضا رو مسموم کرده. جناب قاضی، من تقاضا دارم به ما فرصت بدید تا دقیق تر روی این مسئله تحقیق کنیم. حق با علاءالدینه. دلایل برای قاتل بودن خدمتکار کافی نیستن، ولی من به شما فقط 3 روز مهلت میدم. فقط 3 روز فرصت دارید تا جواب این معما رو پیدا کنید. حالا هم سریعتر دست به کار شید. ممنونم جناب قاضی. میدونستم این جوون بازکابتیه. زفر، چرا شیرینی ها رو دید میزنی؟ اومدیم تحقیقا، چی کار میکنی؟ بله، اینا کیلوی چنده؟ ببخشید، شما درباره شیرینی مسموم چی میدونی؟ والا، ما 30 سال تو این بازار شیرینی میپزیم، حتی یه نفرم ناراضی نبوده. نه آقا، منظور شیرینی هاییه که مهمونای ملک و تجار رو مسموم کرده. آها، امان از دست آدم خسیس. اگه ملک و تجار دستش رو تو جیبش میکرد و میامد از من شیرینی میخرید، اینقدر تو دردسر نمیافتاد. این شیرینی ها چنده؟ یعنی میگن این شیرینی ها که مهمونا رو مسموم کرده آلوده به زهر بوده. در این باره چی میدونی؟ والا منم داستان مار و لکلک رو شنیدم. به نظرم مقصر اصلی ملک و تجار خسیسه که برای اینکه پول خرج نکنه تو خونه شیرینی پخته. تازه مزه شیرینی های هیچ کس مثل شیرینی های من نمیشه. بله، ولی آخه اون بنده خدا از کجا میدونسته که شیر مسموم میشه؟ به نظر شما قسمت نبوده که این اتفاق بیفته؟ بله، عمر که دست خداست، ولی... بله دیگه، من فکر میکنم راز این اتفاق رو کشف کردم و اونم اینه که همه اینا قسمت بوده. خوشت اومد؟ آخه ما که هنوز اطلاعاتی جمع نکردیم که تو نتیجه گیری میکنی. آره، من یه عالمه اطلاعات دیگه دارم، نمیخواین بشنوین؟ پیچیدش نکن دیگه، ما رو لکلکو که نمیشه مقصر دونست. کسی هم که از مسموم شدن شیر خبر نداشته، پس همه اینا اتفاق بوده و قسمت این بوده. در ضمن وقت نهاره و من خسته شدم، تو هم خودتو خسته نکن، قسمت بوده دیگه. بیا بریم خونه نهار بخوریم، با اجازه جناب شیرینی فروش. نه، من نمیام، باید بیشتر تحقیق کنم. من هر چی بگم تو گوشت بدهکار نیست. من خیلی گشتمه. تو هم بعد از اینکه نتیجه گرفتی قسمت بوده، بیا خونه ما نهار بخور. قسمتت اینه که خونه ما نهار بخوری. بیا. آخه منتظرم، زود بیا. دوستت خیلی عجوله جوون. به نظر من این داستان مار و لکلک که همه مردم دربارش حرف میزنن خیلی هم درست نیست. مار تو این شهر زیاد داریم، ولی من سالهاست که لکلکی ندیدم. آره، من تا حالا روی بوم و درختای این شهر حتی یه دونه لکلکم ندیدم. دوست عجولی داری. قاضی خوب شدن احتیاج به صبر و دانش زیاد داره. بله آقا، این داستان خیلی عجیبه. به نظر منم درست نیست، ولی شایعه ایه که زبون به زبون گشته و همه مردم دربارش حرف میزنن. شایعه؟ شما این شایعه رو از کی شنیدی؟
خود ملک و تجار اینو برای همه تعریف کرد، برای منم خودش این داستانو گفت. ببینم، شما که استاد شیرینی پزی هستین، اگه سمی تو شیرینی باشه قابل تشخیص هست یا نه؟ بله، اگه اون سم توی شیرینی باشه به سرعت طعم شیرینی رو عوض میکنه. ممنونم، خیلی کمک کردین. خدا نگهدارتون. دست خدا به همراهت. جوان زیرک و دقیقه. داستان لکلک و مار نمیتونه درست باشه. انگار کسی بخواد با این قصه ذهن همه رو از داستان اصلی منحرف کنه. شیرینی فروش میگفت داستانو از ملک و تجار شنیده. ملک و تجار؟ آره، حتما باید برای تحقیق بهش سر بزنم. همین الان میرم. جناب ملک و تجار، حجره تشریف ندارین؟ عجیبه، این موقع روز نیست. نباید وقتو از دست داد. میرم از بقیه اهالی بازار تحقیق کنم، دوباره بر میگردم. رفت. آره، شانس آوردیم. ببین، احتیاجی به خشونت نیست. گفتم که سهم تو بهت میدم. تقصیر خودت پیرمرد. چند روز منو توی شهر معطل کردی. من دیگه طاقتم تموم شده. خیلی خوب، سر صدا نکن. مگه ندیدی مامورای قاضی همین دورو بران؟ اگه پیدات کنن سر هر جفتمونو به باد میدی. مثل این که قولت یادت رفته. قرار بود اگه سکوت کنم کلی سکه به هم بدی. پس چی شد؟ بیا، یه مقداری جواهرات دارم، کم نیستی. بیا ببینشون. بده ببینم. باید هرچی زودتر ترتیب خروج تو رو از شهر بدم. ممنون آقای قصاب. قربون شما. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. قصابم میگفت که اون شب ملک و تجار 6 تا مهمون داشته. عجیبه، پس اون یه نفری که جزو کشته شده ها نبود کجاست؟ باید حتما این قضیه رو با ملک و تجار روشن کنم. آها، حجرشو باز کرده، انگار مشتری هم داره. آقا، جواهرتون افتاد. آقا، جواهرتون. خیلی عجیبه. این داستان ادامه دارد.